نزدیک به یک سال است که مرزهای زمینی و هوایی بین ایران و عراق به طور کامل بسته شده و به بهانه انتشار ویروس کرونا از خروج زائران ایرانی به عراق جلوگیری می شود. در همین راستا سازمان حج زیارت ایران اعلام کرد که برای از سرگیری اعزام زائران ایرانی به عطبات عالیات آماده است. این سازمان اما موافقت سفرها را به عهده ستاد ملی کرونا در ایران دانسته است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. معاون سازمان حج و زیارت ایران در امور عطبات آلیات از آمادگی برای از سرگیری اعزام زائران ایرانی به عراق خبر داد اما گفت اگر این سفرها با موافقت ستاد ملی کرونا و دولت عراق از سر گرفته شود بسته های متنوع زیارت آسان و ارزان عرضه خواهد شد هرچند حجت الاسلام صحبت الله رحمانی معاون سازمان حج و زیارت ایران در امور عتبات عالیات توضیحات متضادی را عنوان کرده اما به نظر می رسد بسته شدن راه عتبات عالیات به دلیل درگیری ها و کش های سیاسی است وی همچنین با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در مدت تعطیلی سفرهای زیارتی اظهار داشت بازنگری در نحوه اعزام و جذب زائران با هدف جذب حداکثری زائران و ارائه خدمات مناسب و با کیفیت به آنها از جمله این اقدامات بود. وی همچنین گفت که امیدواریم با احتمام به رعایت شیوه نامه های تدوین شده شاهد اعزام دوباره زایران براق باشیم. اما مجددا پای ستاد ملی کرونا را وسط کشیده و گفت البته نظر نهایی برای اعزام ها به عطبات عالیات منوط به تایید ستاد ملی مقابل با کرونا است. وی همچنین برای چندمین بار اعلام کرد که دولت عراق باید موافقت خود را اعلام کند این در حالی است که منابع آگاه در سفارت عراق میگویند که ما برای ارائه خدمات صدور ویزا تحت فشار قرار گرفته ایم. به نظر می رسد مشتاقان زیارت عتبات عالیات در بین نهادهای حکومتی ایران سرگردان شده و نهادها نیز علاوه بر پاسکاری مسئولیت ها در حال انتقام گیری از یکدیگر هستند. این در حالی است که در اولین روزهای انتشار ویروس کرونا عراق به صورت ضمنی اعلام کرد که با تردد زایران پس از انجام تست کرونا مشکلی ندارد. نکته قابل توجه این است که ستاد ملی کرونا سفر زایران به عراق را به بهانه انتشار ویروس کرونا ممنوع کرده در حالی که این ستاد تا چند هفته پیش جلوی سفر شهروندان ایرانی به ترکیه و بسیاری از دیگر کشورها که به مراتب ویروس کرونا در آنها انتشار گسترده تری داشته را نگرفته بودند.